فصل چهاردهم. دو روز به عید فصح و عید فطیر مانده بود. سران کاهنان و ملایان یهود در صدد بودند که عیسی را مخفیانه دستگیر کرده و به قتل برسانند. آنها می گفتند این کار را در ایام عید نباید کرد، مبادا مردم آشوب کنند. وقتی عیسی در بیت انیا در خانه شمعون جزامی بر سر سفره نشسته بود، زنی با گلابدانی از سنگ مرمر که پر از عطر گرانقیمت سنبل خالص بود وارد شد و گلابدان را شکست و عطر را بر سر عیسی ریخت. بعضی از حاضران با عصبانیت به یکدیگر گفتند چرا باید این عطر اینطور تلف شود؟ میشد آن را به بیش از 300 سکه نقره فروخت و پولش را به فقرا داد. آنها با خشونت به آن زن اعتراض کردند. اما عیسی فرمود: با او کاری نداشته باشید. چرا او را ناراحت می‌کنید؟ او کار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود و هر وقت بخواهید می‌توانید به آنها کمک کنید، اما مرا همیشه نخواهید داشت. او آنچه از دستش برمی آمد برای من کرد و با این عمل بدن مرا پیش از وقت برای دفن آماده کرده است. یقین بدانید، در هر جای عالم که انجیل اعلام شود، آنچه او کرده است به یادبود او نقل خواهد شد. بعد از آن یهودای اسخریوطی که یکی از آن 12 حواری بود پیش سران کاهنان رفت تا عیسی را به آنها تسلیم نماید. آنها وقتی این را شنیدن خوشحال شدند و به او وعده پول دادند. یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم کند. در اولین روز عید فطیر، یعنی در وقتی که قربانی عید را ذبح می کردن، شاگردان به عیسی گفتند: در کجا می خواهی شام فصح را برای تو آماده کنیم؟ عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاده به آنها گفت: به داخل شهر بروید. در آنجا مردی را خواهید دید که کوزه آبی حمل می کند. به دنبال او بروید. و به هر جا که وارد شد، شما به صاحبخانه بگویید: استاد می گوید، آن اتاقی که من با شاگردانم فصح را در آنجا خواهیم خورد، کجاست؟ او اتاق بزرگی و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان خواهد داد. در آنجا برای ما تدارک ببینید. شاگردان به شهر رفتند و همه چیز را آنطوری که او فرموده بود مشاهده کردند. و به این ترتیب تدارک فصح را دیدند. وقتی شب شد، عیسی با آن 12 حواری به آنجا آمد. موقعی که آنها سر سفره نشسته و مشغول خوردن غذا بودند، عیسی با آنها فرمود: یقین بدانید که یکی از شما که با من غذا می‌خورد، مرا تسلیم خواهد کرد. آنها محزون شدند و یک به یک از او پرسیدند: آیا آن شخص من هستم؟ عیسی فرمود که یکی از شما 12 نفر است که با من همکاسه می‌باشد. البته پسر انسان همان سرنوشتی را خواهد داشت که در کلام خدا برای او تعیین شده است، اما وای به حال کسی که پسر انسان به دست او تسلیم می شود. برای آن شخص بهتر بود که اصلاً به دنیا نمی آمد. در موقع شام عیسی نان را گرفت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به شاگردان داد و به آنها فرمود: بگیرید، این بدن من است. بعد پیاله را گرفت و پس از شکرگزاری به آنها داد و همه از آن خوردند. عیسی فرمود: این از خون من که برای بسیاری ریخته می شود و نشانه پیمان خدا با انسان است. یقین بدانید که دیگر از میوه مو نخواهم خورد تا آن روزی که در پادشاهی خدا آن را تازه بخورم. بعد از خواندن سرود عید فصح، آنها به کوه زیتون رفتند. عیسی به شاگردان فرمود: همه شما از من رویگردان خواهید شد، چون کلام خدا می‌فرماید: چوپان را خواهم زد
و گوسفندان پراکنده خواهند شد. اما بعد از آن که دوباره زنده شوم، قبل از شما به جلیل خواهم. پتروس به عیسی گفت: حتی اگر همه تو را ترک کنند، من ترک نخواهم کرد. عیسی به او فرمود: یقین بدان که امروز و همین امشب، قبل از اینکه خروس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه مرتبه خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی. اما او با اصرار جواب داد: حتی اگر لازم شود که با تو بمیرم، هرگز نخواهم گفت که تو را نمی‌شناسم. دیگران هم همین را گفتند. وقتی به محلی به نام جتسیمانی رسیدند، عیسی به شاگردان فرمود: وقتی من دعا می‌کنم، شما در اینجا بنشینید. و بعد پتروس و یعقوب و یوحنا را با خود برد. عیسی که بسیار مضطرب و دلتنگ شده بود، به ایشان فرمود: از شدت غم و اندوه نزدیک به مرگ هستم. شما اینجا بمانید و بیدار باشید. عیسی کمی از آنجا دور شد و بر روی زمین افتاده دعا کرد که اگر ممکن باشد آن ساعت پردرد و رنج نصیب او نشود. پس گفت: ای پدر، همه چیز برای تو ممکن است. این پیاله را از من دور ساز، اما نه به خواست من، بلکه به اراده تو. عیسی برگشت و ایشان را در خواب دید. پس به پتروس گفت: ای شمعون، خواب هستی؟ آیا نمی توانستی یک ساعت بیدار بمانی؟ بیدار باشید و دعا کنید تا از وسوسه ها به دور بمانید. روح مشتاق است، اما جسم ناتوان. عیسی بار دیگر رفت و همان دعا را کرد. وقتی برگشت، باز هم آنها را در خواب دید. آنها گیج خواب بودند و نمی دانستند چه جوابی به او بدهند. عیسی بار سوم آمد و به ایشان فرمود: آیا باز هم در خواب و در استراحت هستید؟ بس است، ساعت موعود رسیده است. اکنون پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم می شود. برخیزید، برویم. آن که مرا تسلیم می کند، الان می رسد. او هنوز صحبت می کرد که ناگهان یهودا، یکی از آن 12 حواری، همراه با جمعیتی که همه با شمشیر و چماق مسلح بودند، از طرف سران کاهنان و ملایان و مشایخ به آنجا رسیدند. تسلیم کننده او با آنان علامتی داده و گفته بود: کسی را که میبوسم همان شخص است، او را بگیرید و با مراقبت کامل ببرید. پس همین که یهودا به آنجا رسید، فوراً پیش عیسی رفت و گفت: ای استاد، و او را بوسید. آنها عیسی را گرفتند و محکم بستند. یکی از حاضران شمشیر خود را کشید و به غلام کاهن اعظم حمله کرد و گوش او را برید. در مقابل عیسی فرمود: مگر من یاغی هستم که با شمشیر و چماق برای دستگیر کردن من آمدید؟ من هر روز در معبد در حضور شما تعلیم می دادم و مرا دستگیر نکردید، اما آنچه کلام خدا می فرماید باید تحقق یابد. همه شاگردان او را ترک کردند و از آنجا گریختند. جوانی که فقط یک پارچه کتان به دور بدن خود پیچیده بود، به دنبال او رفت. آنها او را هم گرفتند، اما آنچه برتنداش رها کرد و عریان گریخت. عیسی را به حضور کاهن اعظم بردند و همه سران کاهنان و مشایخ و ملایان یهود در آنجا جمع شده بودند. پتروس از دور به دنبال او آمد و وارد محوطه خانه کاهن اعظم شد و بین خدمتکاران نشست و در کنار آتش خود را گرم می کرد. سران کاهنان و تمام شورای یهود در صدد بودند که مدرکی علیه عیسی به دست آورند تا حکم اعدامش را صادر نمایند، اما مدرکی به دست نیاوردند. بسیاری علیه او شهادت نادرست دادند، اما شهادت‌هایشان با یکدیگر سازگار نبود. عده‌ای بلند شدند و به دروغ شهادت داده گفتند: ما شنیدیم که می گفت من این معبد را که به دست انسان ساخته شده خراب می کنم و در 3 روز
معبد دیگری می‌سازم که به دست انسان ساخته نشده باشد. ولی در این مورد هم شهادت‌های آنها با هم سازگار نبود. کاهن اعظم برخاست و در برابر همه از عیسی پرسید: به این اتهاماتی که به تو نسبت می‌دهند جوابی نمی‌دهی؟ اما او ساکت بود و هیچ جوابی نمی‌داد. باز کاهن اعظم از او پرسید: آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی گفت: هستم. و تو پسر انسان را خواهی دید که در دست راست خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان می‌آید. کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت: دیگر چه احتیاجی به شاهدان هست؟ شما این کفر را شنیدید. رأی شما چیست؟ همه او را مستوجب اعدام می دانستند. بعضی ها آب دهان به رویش می انداختند و چشمهایش را بسته و با مشت او را می زدند و می گفتند: از غیب بگو، کی تو را زد؟ خدمتکاران هم او را کتک زدند. پتروس هنوز در محوطه پایین ساختمان بود که یکی از کنیزان کاهن اعظم آمد و او را دید که خود را گرم می کند. به او خیره شد و گفت: تو هم همراه عیسی ناصری بودی؟ پتروس منکر شده گفت: من اصلا نمی دانم و نمی فهمم تو چه می گویی؟ بعد از آن او به داخل دالان رفت و در همان موقع خروس بانگ زد. آن کنیز باز هم او را دید و به اطرافیان گفت: این هم یکی از آنها است. پتروس باز هم انکار کرد. کمی بعد اطرافیان به پتروس گفتند: تو حتما یکی از آنهایی، چون اهل جلیل هستی. اما او به جان خود سوگند یاد کرد و گفت: من این شخص را که شما درباره صحبت می کنید نمی شناسم. درست در همان وقت خروس برای دومین بار بانگ زد. پتروس به یاد آورد که عیسی به او فرموده بود: پیش از اینکه خروس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی. و به گریه افتاد.